سلام هموطنان عزیزم، امیدوارم که خوب و سلامت باشه. امروز میخوام خدمت گلتون انواع گری که بسیار زیبا میکنه کار سوزندوزی رو خدمت گلتون آموزش بدم، طوری که در پشت کار اصلا حالت برجستگی ایجاد نمیشه. با هم این ویدیو رو ببینیم. دوستان عزیزم، من میخوام الان انواع گره رو خدمت گلتون آموزش بدم، برای اینکه قشنگ شما متوجه بشی و اینجا انجام میدم، بعد اینو میشکافم. این به عنوان مثلا تمرینه. خب حالا من میام به این صورت اینجا و در واقع میخوام که کار رو شروع کنم. ببینید، در قدیم به این صورت گره میزدن که اینو اینجوری تاب میدادن و به این شکل گره میخورد و یه گره قلمبه این شکلی پشت کار میمون که این زیبایی کارو خیلی کم میکنه و نازیبا میشه کلا سوزندوزی همون در پشت کار. کار زیبا هست که پشت بر روی کار مثل هم باشه. خب اما اون گره که ما کار میکنیم به این شکل عزیزانم، نگاه کنیم چند روش داره. یک روشش اینه که ما بیایم به این صورت یه چند تا شلال بزنیم و بعد شروع کنیم به کار. شلالامونو طوری میزنیم که در واقع خیلی روی کار پیدا نباشه و بعد شروع میکنیم به دوختن. مثلا میخواییم ساق دوزی انجام بدیم به این شکل و ساق دوزیمونو تکمیل میکنیم. این یک روش گره که با چند تا شلال و میایم روی کار، کار رو در واقع امتداد میدیم و میره. این یک نمونه. نمونه دیگه برای گره به این صورته. اگر پارچه شما کاموایی، عمامه، نخ ویسکو، سی دی سی، کلا نخی که قدر داشته باشه، ما میایم به این شکل عمل میکنیم. در پشت کار یک تار پارچه رو میگیریم و از لای این عبور میدیم، از لای بافت پارچه. ببینید به این شکل اینو میارم این ورتر، از لای بافت این و لای بافت این عبور میدیم، یعنی در واقع از دو تا بافت رد میشه به این صورت. برای محکم کاری یک بار دیگه این رو من اینجا یه شلال چلو میزنم و پشت کار صافه. الان کار من رو ببینید، در پشت اصلا شما به هیچ وجه گری احساس نمی کنید. خب اینه که محکم کردیم، به روی کار میاریم، ببینید اصلا گره در رو پیدا نیست.